شرایطی که او ایران افغانستان بچه ها متحد شدن، متحد بشن اینو میسازن دیگه. اسرائیل شانسی در برابر ما نداره. حتی اونی که دشمن منه توی ایران، من دلم نمیاد که اون آسیب ببینه. یاد کردم ایران تصمیم دارد یک کارخانه تولید مهبادسازی رو در افغانستان بسازد. ما رو ایرانی ها و افغانستانی ها رو اروپایی ها تو خیابون ها اینجوری با ترس و وحشت نگاه میکنن، میگن اینا ریش گذاشتن، اینا تروریستن. ای خدا بگم چه کارت کنه آمریکا، تویی که تروریست میسازی توی کشور فارس زبون ها، چرا انگ تروریستی دیگه به خود ما میچسبونی؟ تروریست خودتی بایدن. دیدار کردن این فرمانده های جنگی و نظامی ایران و تاجیکستان با هم دیدار کردن. حالا دیگه آمریکا و اسرائیل مثل قبل دل شیر ندارن حمله کنن به ایران افغانستان. الان سه تا کشور فارس زبان متحد شدن یک کشور. افتتاح اولین کارخانه پهپادسازی ایران در افغانستان بعد از شروع جنگ ایران و افغانستان در مقابل اسرائیل. Hey what's up, my name is PXP Pie. خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارس زبان دنیا، سر کجا مرز کشیدن ویدیو پل بزنیم، حرف از تهران و سمرقند و کابل و دوشنبه بزنیم. بچه‌ها در این ویدیو خبر رسیده، خبری بسیار خوب و خوش واسه ایران و افغانستان، تاجیکستان، کشور فارس زبان. این سه تا کشور با هم دیگه صلح کردن در زمینه دفاعی در برابر اسرائیل، اومدن کارخانه پهپادسازی ساختن در افغانستان. این بسیار خبر خوبیه. قبل اینکه این ویدیو رو بریم با هم دیگه ببینیم، لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا حتما منو فالو کنید. بریم ویدیو جذاب با هم دیگه ببینیم. Are you ready? او پهپادا، اولین خط تولید پهپادا، پهپادا اولین خط تولید پهپاد همکاره ایرانی در افغانستان. در شرایط او ایران افغانستان بچه ها متحد شدن، متحد بشن اینو میسازن دیگه. اسرائیل شانسی در برابر ما نداره. بنازم چی ساختن، چی ساختن؟ وضعیت جهان بیش از ساختن دیگری. یه بار دیگه ببینیمش، یه بار دیگه ببینیمش. در شرایطی که وضعیت جهان بیش از هر زمان میره، وایستا خوب یه لحظه. در او مای گاد ببینید چه ساختن بچه. خدا رو شکر اسرائیل، حالا بگیم خدا رو شکر اسرائیل حمله کرد که باعث شد ایران افغانستان با هم دیگه متحد بشن، بیشتر متحد بشن. ببینید با هم دیگه متحد چند چه چیایی میسازن. بله افغانستان اینجور پشت ایرانه. یه حمله اید اسرائیل کرد به ایران، ببینید حالا اتحاد افغانستان ایران ببینید چی ساخته همچین پهپادی رو. شرایطی که وضعیت جهان بیش از هر زمان دیگری امنیتی شده است، کشورها برای مقابله با تهدیدات خارجی به دنبال تقویت مناسبات دفاعی و نظامی بله با همسایگان برآمدند. احسن بچه‌ها، کشورهای اروپایی ببینید با اینکه از یه نژاد نیستن، چه با هم دیگه دوستان و در صلح و صفا، اصلا مرز ندارن. حالا ما و افغانستان که تاریخ مشترک داریم، هم زبان هستیم، واقعا زشت توی جهان که ما با هم دیگه مشکل داشته باشیم و مرزی بینمون باشه. اصلا نباید بین ایران و افغانستان مرزی باشه. از تلاش کشورهای اروپایی برای پیوستن در پیمانها گرفته تا کشورهای آسیای مرکزی، همگی برای افزایش توان دفاعی خود تلاش میکنند. بله بچه ها، دوره جنگ شده بچه ها. الان شما دقت کنید انرژی زمین، کره زمین یه جوری شده اصلا همه دارن با هم دیگه درگیر میشن، همش انگار اوزاد قمر در عقربه. بچه ها در اینجا میطلبه که کشورها با هم دیگه متحد بشن. ایران، افغانستان، تاجیکستان باید متحد شن بچه ها توی دور زمانه. ما که همیشه دعامون اینه الهی که خدای هیچ موقع جنگ رخ نده، ولی میبینید جنگ واقعا داره رخ میده. همه این کشورها به جون هم دیگه افتادن، گیر دادن آمریکا و اسرائیل به ایران و افغانستان. پس وقتش همکنون ما با هم دیگه صلح کنیم، دفاع کنیم از بیگانگان. مقابل خطرات احتمالی آسیب‌های کمتری متحمل شوند. ایران و کشورهای همسایه و آسیای مرکزی هم از این قاعده مستثنا نبوده و در سالهای اخیر توسعه همکاری‌های نظامی را در دستور کار خب اون که فکر کنم اون فرمانده سپاه دیگه، فرمانده سپاه
ایرانه بچه، و اونم میبینید یک مقام تاجیکستانیه. او پد دیدار کردن این فرمانده های جنگی و نظامی ایران و تاجیکستان با هم دیدار کردن. حالا نمیدونم با افغانستان هم دیدار شده یا نه. در همین راستا گزارش های ناقصی وجود دارد. برازم جلسه نظامی و جنگی اتحاد ایران و تاجیکستان، دو فرمانده ارتش و دفاع کشور ایران افغانستان در کنار همدیگه دارن و همدیگه توضیح میدن. براو، اتحاد کردن. ایران تصمیم دارد یک کارخانه تولید پهپاد سازی را در افغانستان بسازد. سرلشکر باقری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی خوششکر من از این خوشحالم بچه‌ها. آمریکا و اسرائیل که حمله شون رو دارن میکنن به ایران افغانستان، نمیتونیم بگیم دیگه، بگیم خدای از جنگ جلوگیری کن، دیگه داره اتفاق میفته. نیروی اهریمن، نیروی خیر علیه شر، شر خیر و باطل، الان باطل و شر داره حمله میکنه به ایران افغانستان. ما فقط میتونیم بگیم خدایا ما را به قدرتی برسان که بتونیم دفاع کنیم از مردم، از ناموس خودمون، ایران و افغانستان، تاجیکستان در برابر آمریکا، اسرائیل. فقط میتونیم یه جور باشد دفاع کنیم، آسیب نبینه حتی اونی که دشمن منه توی ایران. من دلم نمیاد که اون آسیب ببینه، من سلامتی همه فارسی زبونا رو میخوام، نمیخوام هیچ ایرانی فارسی زبونی آسیب ببینه. دوست دارم کشورم صلح درست شه توش. اونی که بد رفتار میکنه مردم رو توی خفقان گذاشته، خدا یه دلشو نرم کنه که با مردم بیشتر صلح کنه، مردم عاشق وطن بشن، مردم از خاکشون نرن یه جای دیگه. باشه متخصصان و دانشمندان خود توانسته در تمام ابعاد نظامی و دفاعی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشد، گفت که امروز در جایگاهی هستیم که می توانیم علاوه بر رفع نیاز داخلی به کشورهای همپیمان و دوست برای افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. ببینید به چه حدی بعد از این درگیری ها چقدر سرعتشون رفته بالا که میگه علاوه بر دفاع از خاک خودمون میتونیم این تجهیزات رو صادر کنیم به باقی کشورها. خوب پس دارن پیشرفت میکنن بچه ها توی زمینه، خوب داره پیشرفت میکنه. واقعا خدا رو شکر. برگزارش صدام و سیما ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از اظهارات خود گفت که افتتاح کارخانه تولید ابابیل 2 در کشور امسایه را نقطه عطفی در همکاری های نظامی. الهی شکر ایران افغانستان توی زمینه با هم دیگه صلح کردن تا در برابر اسرائیل و آمریکا وایستن. الهی شکر دیگه آمریکا و اسرائیل مثل قبل دل شیر ندارن حمله کنن به ایران افغانستان، دیگه جرات ندارن. الان سه تا کشور فارسیان متحد شدن یک کشور. براوو، دو کشور میدانیم. باید گفت که همکنون آسیای مرکزی همچنان با چالش های جدی ناشی از فعالیت های تروریستی به حمایت کشورهای غربی مواجه هست. درسته. ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز در حوزه امنیتی تهدیدات مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراطگری. بله واقعا بچه فارسی زبون ها مسلمان ها چرا اینقدر تروریست دارن بچه ها؟ این تروریست ها بچه ها من میدونم اینا شستشوی مغزی داده شدن از کشورهای غربی بچه ها، اونا بهشون سلاح میدن بعد خودشون هم میزنن به اوران میگن این اینا فارسی زبون ها تروریست هن. خودشون دارن تروریست به وجود میارن توی خاورمیانه توی کشوری فارسی زبان، بعدم اونا خودشون به ما میگن تروریست. شستشوی مغزی داده شدن این تروریستا. سلاح غربی ها میدن به این تروریستا که فعالیت کنن توی کشور مسلمان ها. این واسه اینه، این سیاست همون غربی هاست که اسم ما بد در رفته. با ریش میریم توی کشور اروپایی، اولین چیز اروپایی ها میبینن ما رو، ایرانی ها و افغانستانی ها رو، اروپایی ها تو خیابون ها اینجوری با ترس و وحشت نگاه میکنن، میگن اینا ریش گذاشتن، اینا تروریستن. ای خدا بگم چه کارت کنه آمریکا، تویی که تروریست میسازی توی کشور فارسی زبون ها، چرا انگ تروریستی دیگه به خود ما میچسبنی؟ تروریست خودتی بایدن، نتانیاهو، تروریست تویی. وضعیت بی‌ثباتی منطقه ناشی از فعالیت‌های داعش و سایر فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان در پی اجرای سیاست‌های غیر مسئولانه آمریکا در این کشور
و همچنین انتقال تروریست های داعش از عراق و سوریه به افغانستان نیازمند توجه جدی می باشد. مرزهای شما کنه درست شه بچه ها، صلح بیاد دیگه بچه ها، اصلا حس هوا، هوای تنشه، هوای جنگ بچه ها، بوش داره میاد انگار. خدا خودش به خوبی و خوشی تمومش کنه بچه ها، یه منجی زور کنه تمومش این اتفاقات. ولی افغانستان با تاجیکستان از مناطقی هست که گسترش ناامنی ها در آن میتواند موجب بی‌ثباتی در منطقه شود. از امین رو تقویت همگرایی تاجیکستان، افغانستان و ایران برای ایجاد ثبات در افغانستان و اقدامات نظیر همین کارخانه تولید پهباد ایرانی ابابیل دو اصلا پس بچه ها اینجا تمرکزشون بیشتر روی افغانستان شده، پس ایران و تاجیکستان و افغانستان با هم دیگه صلح کردن که اول امنیت رو توی افغانستان بیارن که تروریستا آمریکا و اسرائیلیا فعلا به افغانستان حمله نکنن. هدفشون پس بیشتر اینه. ببینید ایران خودش توی جنگ ولی داره افغانستان داره حمایت میکنه. خدا رو شکر که بالاخره ما از کشور فارس زبان متحد شدیم. اهمیت میباشد. از طرفی در شرایط کنونی که خاورمیانه در آستانه بی‌ثباتی قرار دارد، دولت مردان افغانستان و آسیای مرکزی احساس نگرانی می کنند و در صدد تقویت دفاعی و استراتژیکی خود هستند. اصلا خدا روش باز شکر می کنم، یاد حرفای خودم اول ویدیو می افتم هر کجا مرز کشم بیاید و پل بزنیم. سفیر صلح ایران افغانستان و تاجیکستان توی یوتیوب به جرات میتونم بگم من بودم، پاشا بود سفیر صلح. توی همه ویدیو 800-900 تا ویدیو ساختم، توی همشون گفتم هر کجا مرد کشیدم پل بزنیم، حرف از تهران و سمرقند و کابل و دوشنبه بزنیم. بنویس پاشا تو سفیر صلحی. خدا رو شکر که دعام مستجاب شد. آن میتواند در این میان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. همچنان باید تأکید کرد که ایران یک خط تولید نمونه کم نظیر از پهپادهای خود را روانه مورد تاجیکستان کرده است. خدا رو شکر که این قضیه هم حل شد. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کن، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. من زیگا زیباتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.